جر نبودی در جهان امکان گفتم میانم چی میشد؟ چه توانستی گل معنا شکفت؟ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بندگان عزیز، بینندگان تلویزیون ایران فردا، امیر درخشان با ماست، برنامه ادامه میکنه، از سمیمانه سپاس گذارم. خب این روزها همش خبرهای بد و ناگوار. اگر غم را چه آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. جهان تاریک بودی جاب سنایی. FBI فهرستی منتشر کرده از کسانی که تحت پیگردن در سطح جهان، برای برخی جوایز خیلی بزرگی تعیین کرده، برای که از اونها که مصریست و فرزندان خودش به قطر رسونده $100,000 جایزه تعیین شده. اجازه همجور ابتدا به ساکن برم به سراغ یک استاد برجسته رشته حقوق جزا، سکه خانم دکتر سنا زلسی، همکار عزیز. درود بر شما خانم دکتر. درود به شما آقای میبودی گرامی و درود به همه بینندگان عزیز. خب این معلوم میشه که این درخت کریسمس کماکان در خانه شما برقراره، بله؟ یعنی هنوز فضای هنوز فرصت نکردیم که جا به جا بکنیم. بسیار هم زیبا، خیلی عالی. خانم دکتر، FBI یک لیست داده، ممکنه بگید این لیست که اسم 10 نفر درش جا گرفته، اینا خطرناکترین جنایتکاران جهانه، اینا کیانن، چی کردن؟ بله، یک این لیست خب همیشه وجود داشته، ولی دیروز بود که من بازبینی میکردم این لیست رو و دیدم فرد دیگه‌ای به این لیست اضافه شده که خب حتماً شما و بینندگان عزیز به خاطر دارید که 7 سال پیش وقتی یک مرد مصری به اسم یاسر سعید 2 دختر نوجوان خودش رو به قتل میرسونه، سر و صدای بسیاری میکنه، چون خیلی این یک قتل عادی نبوده و این مرد مصری تبار به علت تعصباتی که داشته این 2 فرزند خودش رو به قتل میرسونه و این جنایت در تگزاس اتفاق میفته و خب این مرد مصری تبار بوده، مسلمان بوده، ولی 2 دخترش در آمریکا با فرهنگ غربی بزرگ شده بودن و شاید برخی از خواسته های یک خانواده مسلمان رو به جا نمی آوردن، از نظر فرهنگی با جامعه آمریکا مطابقت بیشتری داشتن و یکی از دلایلی که مطرح میشه که این مرد 2 دختر خودش رو به قتل میرسونه این بوده که این 2 دختر مردهای غیر مسلمان رو دیت میکردن، با مردهای غیر مسلمان دوستی داشتن و برخی حتی این قتل رو آنر کیلینگ مینامند و میگن که این قتلی هستش که خب در نظام های اسلامی وجود داره که میگن که در صورتی که به دلیل مسائل شرافت و ناموس اگر خانواده دختری یا زن خودش رو مردی بکشه در لحظه ای که میبینه که با مرد اجنبی در ارتباط داره، این آنر کیلینگ و این قتل ناموسی است. البته در چنین شرایطی نبوده که وقتی این مرد 2 دختر خودش رو میکشه، ولی برخی این قتل رو حتی در حد قتل‌های ناموسی نامگذاری کردن و 7 سال از این قتل میگذره و هنوز به این مرد دسترسی پیدا نکرده پلیس آمریکا و FBI تصمیم گرفته که جایزه بیشتری برای دستگیری این مرد بذاره. مبلغ به جایزه به $100,000 افزایش پیدا کرده و مسئله که وجود داره که آیا واقعا این فرد یاسر سعید هنوز در خاک آمریکاست یا به کشور دیگه ای رفته. برخی گمان میکنن که شاید با توجه به یافته هایی که در دست پلیس هست هنوز در آمریکا باشه و حتی به گروه های مسلمانی که در آمریکا هستن و زیرزمینی کار میکنن و آماده میشن که تا روزی اقدامات ضد آمریکایی و ضد غربی انجام بدن پیوسته، برخی و این گمان هستن که این فرد در نیویورک هست و به گروه های مسلمانی که در نیویورک کارهای زیرزمینی میکنن پیوسته و برخی یافته ها نشون میده که
این فرد به کانادا و حتی یا ممکنه که به مصر رفته باشه. مسئله ای که اگر خاک آمریکا رو یاسر سعید این قاتل که دو فرزند خودش رو به قتل رسونده، اگر خاک آمریکا رو ترک کرده باشه، مسئله ای که پیدا میشه این هستش که اگر هم به دست مقامات دولتی پلیس در کشور کانادا یا مصر یفته، چه اتفاقی برای این فرد میفته؟ آیا بر اساس قراردادهای معاضدت قضایی extradition treaty آیا این فرد رو به آمریکا برمیگردونن؟ چون این فرد کاری که انجام داده در آمریکا مستوجب اعدام هست، مرتکب قتل دو نفر شده، ولی در کشور کانادا به عنوان نمونه مجازات اعدام لغو شده و در کشور مصر خب هنوز مجازات اعدام، ولی قانون استرداد هست نیست؟ استرداد از کانادا به آمریکا؟ بله، ولی برخی کشورها در صورتی که در خصوص اون جرم مجازات اعدام رو داشته باشه و اون کشور مجازات اعدام رو لغو کرده باشه، در صورتی مجرم رو برمیگردونن به کشوری که جرم رو انجام داده که اون فرد در اون کشور به حبس ابد که بالاترین مجازات خودش رو خانم دکتر، حالا که توی اینجا هستیم داریم درباره لیست آخرین لیست اف بی آی صحبت میکنیم، به من بفرمایید که این ماجرای پاریس و این قتل عام روزنامه نگاران و این کشتار فجیع چه تأثیری در محیط های دانشگاهی آمریکا داشت؟ ببینید واقعا این هم به نظر من باز بی ربط به موضوع اولی که ما مطرح کردیم نیست و همه این جرایمی که اتفاق میفته، حالا چه در حد محدودتری که در حد خانوادگی هست که به پدری دو فرزندش رو میکشه یا واکنشی که بزرگتر هست و در پاریس خب یه گروهی به کاریکاتوری که کشیده شده چنین واکنشی نشون دادن و دست به یک اقدام تروریستی زدن، به نظر من این اقدامات همه از یک منبع سرچشمه میگیره و اون یک گروهی از مهاجران هست، مهاجرین هستش که به خاک کشورهای غربی اومدن و امکان این که خودشونو مطابقت بدن با فرهنگ اون کشورها رو ندارن و به این دلیل چنین ما با چنین جرایمی مواجه میشیم. خب البته هنوز دانشگاه این هفته باز نشده که من دقیقا با دانشجوام صحبت میکردم در مورد این کیس اخیری که در فرانسه اتفاق افتاده، ولی خب معمولا آمریکایی ها چه دانشجوان چه در سطح بالاتر اسکالرها وقتی که با این مسائل مواجه میشن واقعا خب در کشوری مخصوصا مثل آمریکا درها باز هست، مهاجران میان، ولی اینکه آیا اینها میتونن خودشون رو با فرهنگ آمریکا تطبیق بدن یا خیر مسئله بزرگی هست. در کشورهای غربی دیگه هم به همین منوال هست. خب در فرانسه آزادی وجود داره که افرادی که ترنسپرداز هستن، کاریکاتوریست هستن، این آزادی رو دارن که هر تصویری که میخوان بکشن و آزادی قلم وجود داره، ولی چنین آزادی رو خب واقعا برخی از افرادی که تند رو هستن بر نمیتابند و چنین واکنش های زشت و غیرقانونی نشون میدن که واقعا احتیاج به این نشون میده که یک مقدار سیاست های محکمتر و قویتری در خصوص برخورد با اسلامیک تروریسم و همینطور هیت کرایم، جرائمی که ناشی از تنفر هست، حالا این تنفر یک مسلمان به فرهنگ غرب باشه یا تنفر سفید پوستان به اقلیت سیاه پوست باشه یا به هر گونه ای باشه، به نظر من وقت این رسیده که در سال 2015 واقعا پالیسی میکرهای ما توجه بیشتری به این جرائم بکنه. بنابراین شما طرفدار تشدید قوانین. خیلی تشکر میکنم سرکار خانم دکتر ساناز علسی عزیز، تا دیدار دیگر، بدرود، خدا حافظ شما. خب همینا نجمن ازوی وارد منظر دیگه از برنامه بیشیم. همینا ازوی در این قسمت از برنامه
به مناسبت اتفاقاتی که در پاریس افتاده، کشتار چند روزنامه‌نگار، نویسنده و 4 کاریکاتوریست برجسته، کنا که فرانسوی از همین الان دارن براش افتاز دلتنگی میکنن. با کی با گفتگو کنیم؟ با آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، منتقد، شاعر و نویسنده. درود بر شما دکتر نوریالا. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارتون و بینندگان گرامی برنامه‌تون. دکتر نوریالا، احساستون چیه تو این لحظات بعد از این اتفاقاتی که در پاریس افتاد و این کشتاری که در یک نشریه فرانسوی رخ داد؟ یکی دیدم مصاحبه میکردن با خانمی که میگه من و فرزندم با این روزنامه بزرگ، با این نشریه بزرگ شدیم و بهش علاقه داشتیم و دیدن کاریکاتورهاش. میخوام نظرتون چیه بشه. بفهم عرض کنم که خب من نظر خاصی که ندارم، این یه فاجعه ایه که این یک بمب ساعت شمار زیر اروپا گذاشته شده و از این مسائل به نظر من این اولینش نیست، آخرینش هم نخواهد بود. اما دیدم که این مجله پاری ماچ یک کاریکاتوری رو گذاشته که دوتا مداد گذاشته و یه هواپیما که داره میخوره به این مدادها. لیبراسیون بله، نشه لیبراسیون. خیلی قشنگ. بله، به نظر من معناش اینه که حالا نوبت اروپاست که مزه این قضیه رو بچشه و اگر که واکنش امریکا راجع به اون منجر به وضعیت فعلی افغانستان و عراق شد، باید دید که پس از این ماجرا اروپا میخواد با خاورمیانه و اسلام سیاسی و بنیادگرایی مذهبی چی کار بکنه. من روزهای بسیار بدی رو در پیش رو میبینم، اما در این حال این رو هم میبینم که شاید این واقعه سران سیاسی کشورهای اروپایی و امریکایی رو از خواب گران بیدار بکنه و متوجه شن که با این عرض کنم که امکانی که در طی این 3-4 دهه داده اند به رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه، چگونه این ترکیشش برمیگرده و به خودشون میخوره و در نتیجه در سیاست‌های خودشون از کم تجدید نظر بکنن. به هر حال ما فراموش نکنیم که این داستان در واقع از کشور خودمون ایران آغاز شد و به خصوص با فتوای آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی شکل واقعی و قاطع به خودش گرفت. یعنی اینکه مسئله عرض کنم که قراردادهای بین المللی، مرزهای بین المللی، همه اینها کنار گذاشته میشه و یه چیزی به نام اسلام سیاسی هست که نه مرز میشناسه نه قانون میشناسه و آمادگی اینم داره که با مخالفین خودش، حالا این مخالفت در حد یک کاریکاتور ممکنه باشه، میتونه در حد یک اقدام سیاسی باشه، یک حزب سیاسی باشه، بیاد در بیفته و همان گونه که برج‌های دوگانه امریکا رو ویران میسازه، عرض کنم که 12 نعش هم روی دست دولت فرانسه بگذاره. من خاطرم هستش که چند سال پیش، شاید 4 یا 5 سال پیش، در یکی از برنامه های خود شما، اون موقعی که برنامه یاران رو در تلویزیون AFN داشتید، من راجع به این مسئله خیلی صحبت کردم. به لحاظ اینکه خب من 20 سال در اروپا زندگی کردم، یه 4-5 سالش رو قبل از انقلاب و بعدش هم بعد از انقلاب، و در نتیجه از سیل مهاجرینی که از افریقا و آسیا به امریکا می آمدند رو به رأی العین می دیدم. و ببینید، امریکا یه خاصیتی که داره از روز اولی که تأسیس شده این بوده که بهش گفتن این یک ملتینگ پاتیه، یعنی که یک دیگه در هم جوشیه که هر کی میاد توش بالاخره یه جوری هویت خودش رو امریکایی میکنه. اما اروپا نه سابقه به این کار رو داشت نه میل به این کار رو. در نتیجه شما در خود شهر لندن که من زندگی میکردم، در پاریس که گاهی میرفتم به اونجا، و در شهرهای دیگه‌ای مثل منچستر و اینها، لیورپول و غیره در انگلستان، شما می‌دیدید که کاملا یک هندوستان کوچک، یک بنگلادش کوچک،
یک عرض کنم که الجزایر کوچک همینطور داره شکل میگیره و اینها نه تنها هیچ نیروی وجود نداره برای اینکه بگوید که شما که آمده اید به این سرزمین ها باید خودتون رو با فرهنگ این سرزمین تطبیق بدید، اصلا کاری به کارشون نداشتن و اینها در همون عرض کنم که غار اجتماعی که درش زندگی میکردن به کار خودشون ادامه میدادن و رفته رفته از یه طرف میتوانستن یه ارزش هایی رو که با خودشون هم کرده بودن آورده بودن به اون جامعه به نسل بعدی خودشون انتقال بدن و در این حال اون نسل بعدی که در داخل جامعه هم به حال به لحاظ مدرسه به لحاظ رادیو تلویزیون و غیره با فرهنگ محیط آشنا می شد و متوجه این دره عمیق فرهنگی و امکانات اقتصادی و مالی که بین جامعه خودش و جامعه بزرگتر میزبان برقرار بود می شد کاملا شما می تونستید این رو ببینید که نوعی افرادگرایی داره رشد می کنه و خب با عرض کنم که گسترش وضعیت در خاورمیانه به خصوص به نظر من از وقتی که آقای اوباما بنیاد کار رو گذاشت بر مورد اینکه نهضت‌های اسلامی رو در خاورمیانه تقویت بکنه انتظار این میرفت بالاخره این همون چیزیه که به زبان آقای هانتینگتون بگیم نمیدونم برخورد تمدن‌ها هستش یا در تلقی من نتایج جهانی شدن است. بالاخره یه روندی الان در عصر انقلاب ارتباطات وجود داره و اینکه خود ارتباطات، خود ترانسپورتیشن، ترابری، خود اینترنت و عرض کنم که مهاجرت‌های گروهی جمعیت‌ها در سراسر دنیا مثل این میمونه که یه قاشق رو شما بردارید و یک چایی رو که اون تش دوتا حبه قند هم افتاده باشه هم بزنید. بالاخره این قند باید حل بشه و شیرین بکنه اون جریان رو. این دوتا ظروف مرتبطه که وسطش دیوار گذاشته باشن و دیوار رو بردارن. این تلاطمیست که به نظر من دهه ها طول خواهد کشید. آیا به سود کدوم تمام خواهد شد من اون رو نمیدونم، ولی امیدوارم که برخلاف گذشته های تاریخ که همیشه وحشیگری بر تمدن غلبه میکرد و همیشه این اقوام وحشی بودند که به محض ایجاد فتوری در سرزمین های متمدن از اون رخنه های دیوار دخالت میکردند و وارد میشدند و تمدن رو از بین میبردند، این بار تمدن رو این تر از آن شده باشد که با این مسائل بتواند به شکست بیانجامد. قبلا هیچ که اسباب حیرته دکترون الان اینه که همین بعد از این ماجرا در پاریس دیدم که برخی از مقامات در ایران خیلی اظهار شگفتی کردن که چطور یه گروه هایی در دنیا هنوز هستن که میرن سراغ روزنامه نگار قتل عام میکنن، مثل که یادشون رفته که در همون از روزی که انقلاب در ایران شروع شد به بعد خود من شاهد بودم که هر روز عده زیادی از روشنفکران ما از مملکت میگریختن، تحت تعقیب بودن، هر روز به خونه اونها میریختن، شمار زیادی از اونها رو کشتن، تعداد زیادی در بدر شدن در این کشور و اون کشور. یادم هادی خورسندی میخواست بره فرودگاه، نمیدونست که آیا این حکم ممنوع خروجیش به فرودگاه رسیده یا نه. یادم به من متوسل شد، من تماس گرفتم از طریق یکی از دوستان، متوجه شدم هنوز حکم نرفته به فرودگاه و اون فردا صبحش از ایران رفت. دکتر نوریزاده، خود دوستان عزیز ما، برخی احسان تبری گرفتن تو زندان کردن، نویسنده برجسته، بسیاری از شعرها در بدر شدن، تعداد زیاد تو جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدن، یعنی زندگی هزارها روزنامه‌نگار اصلا براندازی شد، اصلا یه نسل از روزنامه‌نگاران چند نسل از ایران رفتن، محو شدن، بقیه خانه‌نشین شدن، ایده دیگه اصلا جرئت نکردن قلم به دست بگیرن. نمیدونم چطور اینقدر همه اصرار حیرت کرده بودن از یادشون رفته که همه چیز از ایران شروع شده، بقای از این دست. اینطور نیست تو نوریانا؟ کاملا درست میفهمید، من هم همین اعتقاد رو دارم، اما من فکر میکنم که دنیا از یه چیزی غافل بوده و اون اینه که مطابق عادتی که کرده
مسائلی رو که در سطح جهان پیش میاد از دیدگاه‌های عرض کنم که سیاسی و اقتصادی بررسی میکنه. حال اون که من فکر میکنم انقلاب ایران پیش از اینکه انقلاب سیاسی اقتصادی بوده باشد یک انقلاب فرهنگی بود، یعنی یک نیروی توی شیشه حبس شده ای یک بار آزاد شد که اتفاقا از همین این ایالت کلرادوی ما هم آغاز شد با عرض کنم رهبران اخوان المسلمین که در اینجا تحصیل میکردن و ایدئولوژی اسلامی به عنوان بدیل ایدئولوژی تمدن غربی رو شکل دادن و بعد منتشرش کردن در عالم اسلام، در ایران تحقق پیدا کرد. تا پیش از انقلاب اسلامی آدم فکر میکردش که خب یه عده‌ای هستند برای این عقایدی حتی توطئه میکنن، اسلحه جمع میکنن و غیره و مثلا در یه جاهای مخفی هم دارن کار میکنن. من همیشه به فکر این هستم که وقتی شما این فیلم های جیمز واند رو که میبینید، مثلا یک دکتر نوعی پیدا میشه و این میره بعد در یک جزیره‌ای در اقیانوس کبیر که مسکونی هم نیست اونجا رو قرارگاه خودش میکنه و میخواد از اون طریق مثلا جهان رو تصرف بکنه. اما در انقلاب اسلامی ایران این دکتر نو آمد و یک حکومت و یک کشور و یک دولت رو تصرف کرد و یعنی هم پایگاه زمینی پیدا کرد، هم پایگاه مالی پیدا کرد، بر ثروت بیکران ملت ایران گرفت نشست و هم اینکه به خاطر وجود یک انقلاب مردمی و سراسری یه مشروعیت سیاسی هم پیدا کرد که تا سالها طول میکشید تا اینکه این مشروعیت یواش یواش سایده بشه و از بین بره و حکومت به روز امروز خودش دچار شه. اما آنچه که مسئله بود این بودش که در دستور کار حکومت اسلامی تغییر فرهنگ دنیا، مبارزه با اعلامیه حقوق بشر، مبارزه با تمدن غربی، مبارزه با سکولاریسم آمده از درون قرون اخیر، همه اینها در مد نظر بود و ما با هم چندین بار راجع به غفلت روشنفکران خودمون از این مسائل صحبت کرده ایم. ولی من فکر میکنم که اگه یه خورده نگاه خودمون رو بازتر بکنیم، روشنفکران تمام جهان غافل از این بودند که یک نیروی منسجم قوی و حالا صاحب نیروی مالی و نظامی ساخته شده که نیامده مثلا یک کشوری رو تصرف بکنه، بلکه آمده مغز آدم ها رو از بین ببره و با تزریق ارهاب و ارعاب و اینها کاری بکنه که اصلا پرونده روشنفکری سکولار و دموکرات بسته بشه و کنار گذاشته بشه. این به نظر من نتیجه مهم انقلاب اسلامی برای دنیا بوده است و روز به روزم اثرات خودش رو به این شکل نشون میده. تشکر میکنم. دکتر نوریالا، نظر سنجی کرده بود گالوب، برای من فوق‌العاده جالب بود اینکه در ایالات متحده آمریکا 43% مردم این مملکت دیگه علاقه ای ندارن خودشون رو منتسب به این حزب یا اون حزب بکنن، یعنی دو حزب مقتدر در این سرزمین رو، حزب سرنوشت ساز، خودشون رو مستقل میخوانند، یعنی میگن ما از نظر سیاسی مستقلی و غیر وابسته. و تعدادی 26% اعلام کردن ما جمهوری خواهیم، یه چه حدود مثلا 30% گفتن ما دموکراتیم. این چی رو به شما القا میکنه؟ چی ازش دریافت میکنی؟ اعلام براءت از احزاب، یا اینکه این احزاب کارنامه خوبی نداشتن؟ این یه نوع پیشرفته یا نوع پسرفته؟ این ممکنه مثلا تفرقه بیشتری، بالاخره احزاب چتر بودن، چتر گسترده‌ای و سر مجموعه فعالیت سیاسی توی این مملکت، برداشت شما چیه؟ ببینید، من به عنوان کسی که به هر حال پاسپورت امریکایی دارم و حق دارم در انتخابات این کشور شرکت بکنم، ناگزیر بودم که کم و بیش به این مسئله با دقت بیشتری نگاه کنم. من روزی که آمدم و
به اصطلاح شهروند امریکا شدم، به طور طبیعی فکر میکردم که به عنوان یه آدمی که به دموکراسی و سکولاریزم و عرض کنم که سوسیالیزم متمدن اعتقاد داره باید برم تو حزب دموکرات، و به همین دلیل هنگام گرفتن سیتیزنشیپ خودم، شهروندی خودم، عضو حزب دموکرات شدم. اما وقتی که واقعا در سطح محله خودمون با دیگرانی که در حزب دموکرات بودن آشنایی پیدا کردم، بعد در سطح شهر خودمون، در سطح استان خودمون، من دیدم که این احزاب اساسا نه برنامه بلند مدت برای کشور دارن و نه جز نوک دماغ خودشون رو از لحاظ عرض کنم که منافع ملت میبینن، بلکه تمام تلاششون اینه که قدرت رو به دست بیارن، حد اکثر تا 4 سال تا 8 سال هم در قدرت بمانن، و در این مدت هم قدرت رو بین خودشون، قدرت و امکانات و ثروت رو بین خودشون تقسیم بکنن. یعنی به نظر من، تجربه شخصی من این بودش که من حالت تنفر پیدا کردم از آنچه که در درون مثلا حزب دموکرات میگذشت. بعد میرفتم مطالعه میکردم حزب جمهوری رو میدیدم، میدیدم خب از یه لحاظایی به افکار من نزدیکترن اینا تا حزب دموکرات. اما در این حال همین این ساخت و پاخت و عرض کنم که روابط درونی اونجا هم برقراره. خب بله بله، وقتی که موقع تجدید پاسپورتم شد، من رفتم و تقاضا کردم که آقا اسم من رو خط بزنید از حزب دموکرات و جلو اسم من بنویسید مستقل. در این کاری که میکردم دو تا حالت احساس رو داشتم. در مرحله اول این بودش که من میخواستم اعتراض بکنم به این وضعیتی که در احزاب عرض کنم که عمده این کشور وجود داره. اما در این حال این رو هم ملتفت بودم که از حد اعتراض بیشتر معلوم نیستش که این مستقلین چی کار باید بکنن، برای اینکه اگر یه حزب سومی وجود داشت با یک برنامه کار مستقلی به اصطلاح، خب آدم میتونست بفهمه که این قضیه منجر به این خواهد شد که در عالم سیاست امریکا تغییراتی صورت بگیره. اما اگر که این انسجام تشکیلاتی در این مملکت به وجود نیاد، مستقل شدن یعنی بی تفاوت شدن، یعنی شرکت نکردن در زندگی اجتماعی، و من فکر میکنم این برای آینده امریکا بسیار خطرناکتر. کاملا بدون رده، مثل همیشه آموزنده جوابی هم که دادید، به نظرم باید برای خود گالوب فرستاده بشه، اونا پرسجو میکنن. جواب شما خیلی قانع کننده بود. خیلی سپاسگزارم دکتر ریالای عزیز، به شما شب بخیر میگم در دنور کلرادو، و تشکر از امیر درخشان. تا دیداری دیگر هم میانونه. خداحافظ شما.